رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 18 بهمن آغاز شد و این نخستین بار است که رأی‌گیری ریاست جمهوری این کشور در سرزمین قره‌باغ که بیش از 30 سال از سوی ارمنستانی‌ها اداره می‌شد برگزار گردید. ابتدا گزارش همکارم میلاد شادمان را ببینیم. الهام علیوف با کسب 93.9% آرا در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان پیروز شد. انتخابات ریاست جمهوری که هر 7 سال یک بار در جمهوری آذربایجان برگزار می شود، صبح روز چهارشنبه در این کشور آغاز شد. رقابتی که الهام علیوف رئیس جمهور کنونی یکی از 7 نامزد آن بود. حدود 6.5 میلیون نفر از جمله افراد خارج از کشور در این انتخابات واجد شرایط رأی دادن بودند. بر اساس نتایج خروجی 93.9% از رأی دهندگان به الهام علیوف رأی دادند. نزدیکترین رقیب علیوف نامزد مستقل زاهد عروج تنها 1.8% آرا را کسب کرد و پس از آن دیگر رقبای سیاسی از جمله رازی نوراللهیوف نامزد ریاست جمهوری حزب جبهه ملی 0.9% آرای انتخاباتی را کسب کرد و به ترتیب فاضل مصطفی نامزد ریاست جمهوری حزب تأسیس بزرگ 1.5% آرا و الشاد موسایوف نامزد ریاست جمهوری حزب آذربایجان بزرگ 0.4% آرا و قدرت حسنگالیوف نامزد ریاست جمهوری حزب جبهه مردمی 1.2% و در انتهای این رقابت سیاسی فؤاد علیوف کاندیدای مستقل 0.3% آرا را به دست آوردند. بدین ترتیب الهام علیوف به مدت 7 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. این 5مین پیروزی الهام علیوف در انتخابات ریاست جمهوری طی 21 سال گذشته است. شیعیان اکثریت جمعیت آذربایجان را تشکیل می‌دهند. با وجود این، تشیع در آذربایجان بسیار متفاوت از تشیع در کشورهایی چون ایران و عراق است. تشیع در این کشور تحت تأثیر نظام سیاسی کمونیستی و سکولار در دهه‌های گذشته چه قبل و چه بعد از استقلال می‌باشد. تشیع در سرزمین آذربایجان همزمان با ایران در دوره صفوی گسترش یافت و به صورت آیین اکثریت مردم درآمد. با سقوط تزارها حکومت کمونیست‌ها به مدت 70 سال بر مناطق مسلمان نشین به ویژه آذربایجان سایه افکند و دین و مذهب به اجبار برای مدتی از صحنه عمومی جامعه کنار رفت. در این دوره حکومت شوروی سابق برای جلوگیری از تجمع مردم برای انجام دادن اعمال دینی به ویران کردن مساجد پرداخت. بیشتر مساجد در جمهوری آذربایجان در سال 1930 میلادی تعطیل شدند و یا کاربری آنها تغییر یافت. گسستن از حکومت مسکو برای آذربایجان همانند سایر ملل مسلمان جماهیر شوروی یک نقطه عطف برای برقراری روابط با جهان اسلام بود. پس از استقلال این کشور در سال 1991 میلادی دین به تدریج به عرصه زندگی اجتماعی مردم بازگشت. بسیاری از مقام‌های این کشور که از افراد بازمانده دوره حکومت شوروی سابق بودند، پس از استقلال آذربایجان سعی کردند از مشروعیت و مقبولیت اسلام و تشیع در چارچوب خاص خود استفاده نمایند. شیعیان آذربایجان از دیرباز به حفظ شعائر مذهبی و انجام فعالیت‌های دینی اهتمام داشتند و با وجود کمرنگ شدن دین و مذهب طی 70 سال سلطه کمونیست بر آذربایجان، در این حال این باورها در خاطره مردم به روش‌های گوناگون حفظ شده بود و نقش مراسم مذهبی مرسوم و سنتی شیعیان مانند عزاداری‌ها، سفره‌های احسان، سفره‌های منتسب به ائمه اطهار همچنان در میان مردم این کشور رواج داشته و دارد. از آنجا که ماهیت نظام سیاسی آذربایجان سکولار و بر جدای دین از سیاست مبتنی است، ایجاد محدودیت در زمینه استفاده از حجاب در اماکن عمومی نظیر دانشگاه‌های دولتی، ممنوعیت پخش اذان در مساجد و محدودسازی برخی از مراسم‌های مذهبی برای شیعیان در سال‌های اخیر از جمله سختگیری‌های دولت در برابر مردم خود با اکثریت شیعه بوده است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. سلام، بسیار خوش اومدید. آقای جوادی، پیروزی الهام علیوف چه تأثیری در روابط آذربایجان با کشورهای منطقه مانند ایران و ترکیه دارد؟ سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز این بخش خبری و تبریک عید مبارک. به نظرم بایستی ارتباط این پیروزی رو که خب 4 روز زودتر از موعد مقرر برگزار شد با کشورهای مختلف کاملا جداگانه بررسی کرد.
این تاثیر در رابطه با ایران برای آذربایجان که به صورتیه که ایران رو کشوری قدرتمند در این زمینه میدونه، با زمینه مشترک شیعه بودن حسب گزارشی که شما فرمودید و مشترکات بسیار دیگه، آذربایجان معمولا رفتار با احتیاطی رو با ایران داره و هدفش نگه داشتن ایران به صورت برزخی جهت عدم درگیری نظامی و عقیدتی. اما در رابطه با ترکیه این مسئله فرق میکنه. ترکیه برای آذربایجان یک کشور استراتژیک در زمینه نظامی و دفاعی و تجاریه و بانکاش برای استفاده به منظور انتقال پول نفت و ثروت حاکمان خاندان علیوف و سرمایه گذاران ترکیه که از نمودهای عینی دیگه هم میتونم براتون بگم که دفاع ترکیه برای عضویت ناظر آذربایجان در ناتو که میدونید عضو ناتو هم نیست، بله، در جریان موافقت ترکیه برای پیوستن دو کشور سوئد و فنلاند به ناتو بود. بله. این اهمیت استراتژیک. اسرائیل هم به عنوان امتیازگیری برای ایران برای عدم دخالت در امور داخلیه که نشون بده همونطور که ایران توسط غزه در بیخ گوش اسرائیل و پشت دیوارهای بیت المقدس از طریق فلسطین هست، اسرائیل هم حضور جدی کنار مرزها داره و روسیه هم به عنوان متحد اقماریه که بهره برداری از سرویس اطلاعات امنیت میکنن و از نظر اقتصادی هم ظاهرا من حس میزنم که کمک به روسیه در جنگ اوکراین کرده. بله، وضعیت شیعیان آذربایجان در حال حاضر و در ادامه ریاست جمهوری الهام علیوف در آذربایجان چگونه خواهد بود؟ من یه تقسیم خیلی جزئی رو سریع انجام میدم. ببینید شیعیان آذربایجان رو باید سه دسته کرد. شیعیان توند رو که خصوصا در منطقه نارادان فعالیت دارن، بعد از طرح انتقال نفت از طریق ترکیه به اروپا توسط حیدر علیوف با قالت ثروت ملی مخالفت کردند و اخیراً هم که میدونید که حرکت‌های علیه حاکمیت انجام میدن و اخیراً اعلام موجودیت حسینیون رو دادن که این در آینده حالا توضیحاتی که میدم باعث میشه که حکومت دست به عصا حرکت کنه. قسمت دوم شیعیان میانه رو هستن که معتقد هستن و به اعمال دینیشون ادامه میدن و در تفکراتشون جنبه اعتدالی دارن و ملا پاشازاده جناب ملا پاشازاده رئیس اونهاست که من این رو یه توضیح بعدم خواهم داد. قسمت سوم شیعیان سکولارن که با عدم پایبندی به شرعیات به نوعی در حقیقت به سوی سنی شدن دارن سوق پیدا میکنن و ترکیه پشت سر اینهاست. اما آقای الهام علیوف از گروه دومه و نمیخواد که با گروه اول درگیر بشه و جبهه داخلی رو پشت سرش داشته باشه. میدونید که برای این که بتونه آقای الهام علیوف مبارزه ای رو بکنه با استناد به ماده 2، 3 و 4 ماده 40 بند این بندها از ماده 48 قانون اساسی که هر کسی در برگزاری مراسم های دینیش آزاده به شرطی که به برهم زدن حقوق جمعی نشه، با استناد به این بندها آقای الهام علیوف داره مبارزه میکنه به خصوص با مراسماتی که شیعیان داشتن. سپاسگزارم از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.